این اسم سال که گذاشته می شود، عنوان اقتصاد مقاومتی که تکرار می شود، این برای این است که این خواست عمومی در دلها، در زبانها، در عملها خودش رو نشان بده و همه به این سمت حرکت بکنن. وقتی یک چیزی به صورت یک گفتمان عمومی در آمد، خواست عمومی شد، طبعا تحقق پیدا میکنه، یعنی مسئولین هم در همون جهت حرکت میکنن. خب یه نکته هم اینجا وجود دارد که ما از اون نباید فراموش کنیم که واقعا نظام جمهوری اسلامی در این جهت باید خیلی سپاسگزار جامعه کارگری باشد. شما میدونید جامعه کارگری در مسائل سیاسی و اجتماعی نقش آفرین است. در دنیا اینجوره دیگه، اعتصاب کارگرها در فلان کارخانه یا فلان دستگاه، یا فرض کنید دستگاه های گوناگون، ضربه های مهم اقتصادی و سیاسی به دولت ها وارد میکنه. از روز اولی که این انقلاب به پیروزی رسید، دشمنان سعی کردن از این حربه علیه جمهوری اسلامی استفاده کنه. از روز اول سعی کردن کارگرها رو به یه شکلی وادار کنن که تأثیر سیاسی منفی روی نظام جمهوری اسلامی بگذارن، و همیشه کارگر جانب جمهوری اسلامی رو گرفته است، جانب نظام رو گرفته است، از نظام حمایت کرده است. جامعه کارگری ما در واقع به دشمنان نظام اسلامی سیلی زده است در این 30 و چند سال. جمهوری اسلامی و همه دست‌اندرکاران باید سپاسگزار جامعه کارگری باشن. بعد از اینم به فضل الهی همینجور خواهد بود. جامعه کارگری ما جامعه متدینی است. با همه تلاشی که دشمن می‌کند، طبق وظیفه الهی و اسلامی خودش حرکت می‌کنه و عمل می‌کنه و قهرن در کنار نظام است، برای نظام است، در خدمت نظام است. خب اینو بایست همه قدر بدانند. من مسئله اشتغال رو هم مطرح کنم. مسئله اشتغال یک مسئله وسیع‌تری از مسئله کارگری است. اشتغال مسئله مهمی است برای کشور. هر مسئولی، حالا دوره انتخابات هست، چند جمله هم راجع به انتخابات عرض خواهیم کرد، هر کسی که مسئول کشور یا مسئول دولت یا مسئول بخش‌های اقتصادی دولت در دولت آینده بشود، بایستی از روز اول همت خود رو بگمارد به مسئله اشتغال. اینا چیزایی نیستش که بشود این تأخیر در اینها انسان جایز بدانه که تأخیر بکنه. باید از همون روز اول به مسئله اشتغال بپردازند. اگر اشتغال رو توانستن مسئولین ما در داخل کشور به شکل مناسب تأمین بکنند، آسیب‌های اجتماعی هم کم خواهد شد، مشکلات گوناگون جوانها کم خواهد شد، آفتهای فراوانی که وجود دارد که ناشی از بیکاری و بیکارگی است، اینا کم خواهد شد. این همه هزینه میکنیم ما برای مواجهه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و امثال اینها. بخشی از اینا ناشی از وجود بیکاری است، وجود بیکاران است، نبود اشتغال است. مسئله اشتغال خیلی مهم است، در درجه اول است. و عرض کردیم بین اشتغال و تولید ملی ارتباط وجود دارد. اگر ما بخواهیم
اشتغال در کشور به وجود بیاد باید به تولید ملی اهمیت بدیم، تولید به معنای عام کلمه، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، تولید خدمات، همه اینها باید مورد توجه قرار بگیرد، برنامه ریزی بشود برای اینها. اینها چیزایی نیستش که جایز باشه ما اینا رو تأخیر بیندازیم. باید در اولین فرصتها مسئولین زیربط، هر کی مسئوله و مسئول خواهد بود، در اولین فرصتها بایستی به این مسئله بپردازیم. بنابراین این مسائل جزء مسائل اولویت دار و درجه اول نظام است. راجع به انتخابات دو سه جمله من عرض کنم. خب به حمدالله فضای انتخابات در کشور در حال گرم شدن است و این خیلی چیز مهمی است، چیز خیلی لازمی است. به این نبایستی بی‌اعتنایی کرد. مسئله انتخابات خیلی مهمه. یه حرف با مردم داریم، یه حرف با مسئولین داریم، یه حرف هم با نامزدها داریم. عمده حرف بنده با مردم است. مردم عزیز ما باید بدانند که حضور آنها در عرصه‌های مختلف تعیین کننده است. تعیین کننده چی؟ تعیین کننده امنیت ملی. اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند، کشور در امنیت باقی خواهد ماند. اینی که شما می‌بینید دشمن‌های پررو و وقیح و گردن کلفت در مقابل جمهوری اسلامی از هر عمل سختی اجتناب می‌کنند، به خاطر حضور مردم است. می‌ترسن. به معنای واقعی کلمه می‌ترسن. اینا تحلیل نیست. اینی که عرض می‌کنم واقعیاتی است که مستندهای آنها جزو مسلمات است. وقتی ملت حضور پیدا می‌کند، دشمنی که می‌خواهد با این نظام مبارزه بکنه مجبور میشه عقب بنشینه و تعرض نکنه. وقتی بین ملت و نظام فاصله ایجاد شد، ملت در صحنه حضور پیدا نکرد، اون وقت هر کاری میتوانن انجام بدن. خیلی سختم نیست براشون، همه جور میتوانن اقدام بکنن، کمان که در جاهای مختلف دنیا کردن. در ایران اسلامی دشمن نتوانسته کار کنه به خاطر حضور مردم. حضور مردم صبر کنی، اجازه بدی، انشاءالله که این آمادگی همیشه وجود داشته باشه و در همه جا وجود داشته باشه. فعلا آماده شنیدن عرایض من باشید. این دشمنها به خاطر حضور مردم بوده است که نتوانستن تعرض کنن. گاهی میشنویم، شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشیم. نه، این حرفا حرفای درستی نیست. از بنده بشنوید، اون چه که سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است، حضور مردم بوده. خب این حضور چجوری نشان داده می شود؟ مهمترین مظهر این حضور انتخابات. عرض من اینه به مردم. من به مردم نمیگم فلان کس را انتخاب بکنید، فلان کس را انتخاب نکنید. اینو هرگز نخواهم گفت به مردم. اما به مردم عرض می کنم و اصرار می کنم که
حتما در پای صندوق رأی حاضر بشید و رأی بدید به هر کسی که تشخیص میدید. این باید اتفاق بیفته. هر کس کشور رو دوست دارد، هر کس نظام رو دوست دارد، هر کس امنیت رو دوست دارد باید بیاد وارد میدان انتخابات بشه، از آهاد مردم بیاد پای صندوق. این شر دشمن رو این کم میکنه. اون کسانی که با مردم خودشون قهرن میخوان نمایش طرفداری مردم رو در مقابل دیدگان قدرت ها بگذارن، که البته اثرم نمی کن. ما مردم بامون خوبن، مردم با نظام همراه هن، مردم دلبسته نظام هن، مردم پا به پای این نظام در طول این قریب 40 سال سختی هایی رو تحمل کردن، راه های دشواری رو آمدن، کمک های حیاتی به نظام جمهوری اسلامی کردند. این پیشرفتی که ما داریم، این اقتداری که امروز جمهوری اسلامی دارد، این نفوذی که در منطقه داره به خاطر حضور مردم بوده است، به خاطر کمک مردم بوده است. شما ببینید یک جوان شما در یک نقطه‌ای به شهادت میرسه، اهل هر شهری که هست، اینو من با دقت دنبال کردم این مسئله رو، فرق نمیکنه کدام شهر، در کدام استان، در کدام قسمت کشور هست، اونچنان مردم با شور، با شوق نسبت به یک چنین عناصری استقبال نشون میدن، اظهار جانبداری میکنن که انسان متحیر میمانه. این به خاطر چیست؟ حرکت نظام، جهتگیری نظام برای مردم مطلوب است. میدانند که نظام جمهوری اسلامی برای عزت اونها داره تلاش میکنه، برای امنیت اونها داره تلاش میکنه، برای پیشرفت اونها داره تلاش میکنه. نظام جمهوری اسلامی دست دشمن رو از این کشور قطع کرده است. این کار کوچکی نیست، این خیلی کار بزرگی است. کشورهای نفتخیز، شما ببینید نفتشون، درآمدشون، ثروتشون در اختیار بیگانگانه. بیگانه رو راه میدن برای اینکه بتوانن سر قدرت چند سباهی بمانن، لذت ببرن. در نظام رژیم طاغوت در کشور ما هم همینجور بود. چندین هزار آمریکایی در این کشور از مال این ملت پول میگرفتن، اینجا تحکم میکردن و زور میگفتن به مسئولین این کشور از پایین تا بالا. جای دیگه اینجوریست. جمهوری اسلامی آمد دست دشمن رو قطع کرد. محدودیت هایی رو که دشمن برای کشور ایجاد کرده بود، این محدودیت ها رو از بین برد، به حرکت در آورد کشور را. امروز ایران یک کشور در حال پیشرفت سریع است، یک کشور آبرومند است، یک کشور قدرتمند است. اینا خیلی اهمیت داره، مردم اینها رو میدانند، لذا در کنار نظام هستند. من عرض میکنم مظهر همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی حضور در پای صندوق رأی است. این اساس حرف ما در مورد انتخابات اینه. مطلب دیگری که به مردم بخوام عرض بکنم این است که مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی را از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن. وقتی ما فکر کردیم بر اساس یه منطقی یک انتخابی کردیم و
رأیمون رو بر اساس اون انتخاب تنظیم کردیم، پیش خدای متعال معذوریم. ممکنه هست اشتباه کنیم، باز پیش خدای متعال معذوریم. اگر بی ملاحظه، بی دقت، بی تفکر عمل کردیم، پیش خدا که مسئولیم هیچ، پیش خودمونم مسئولیم. بعد خواهیم گفتش که دیدی ما روی این مسئله درست فکر نکردیم، یعنی خودمونم خودمون رو محکوم میکنم. اما نه، وقتی شما فکر کردید، مطالعه کردید، مشورت کردید، بر اساس یه فکری انتخابی کردید، خدای متعال از شما راضی است برای که کار خودت انجام دادی، وجدانت هم از در راضی میکنه. خب من کار خودم انجام دادم، به فرض به خطا هم رفته باشم، اشتباه هم کرده باشم، خب اشتباه پیش میاد برای همه، اما من کار خودم رو کردم. این هم عرضه، عرض دیگر ما به مردم. یه عرضم به نامزدهای محترم داریم. خب حالا 6 نفر از آقایان محترم نامزدها هستند. اولا من به نامزدهای محترم عرض میکنم نیتاتون رو خدایی کنی، برای قدرت نباش، برای خدمت باش. اگر کسی برای خدمت به مردم، به خصوص خدمت به طبقات ضعیف، وارد میدان مبارزه بشود، هر حرکت او، هر کلمه او، هر حرف او حسن است، پیش خدای متعال اجر دارد. با این نیت وارد بشید، با نیت خدمت. این حرف اول. مطلب دوم این که شعارها را جوری انتخاب کنید که همه بدانند شما میخواهید از قشرهای ضعیف کشور و طبقات ضعیف کشور میخواهید حمایت کنید، مشکلدار رو میخواهید برطرف کنید. ما یک پیکره‌ای هستیم، جامعه پیکره دیگه، مثل یک پیکره یک انسان. ببینیم کجامون ضعیف است، به کجا خون نمیرسه، کجا محتاج رعایت بیشتره، به او برسیم. نه اینکه به بقیه جاهای بدن بی‌اعتنایی کنیم، نه، اما اولویت رو این قرار بدیم. بنده در دولت‌های مختلف گاهی اوقات اعتراض‌های سختی داشتم به مسئولین گوناگون. حالا ما این اعتراض ها رو معمولا جلو مردم در مظهر افکار عمومی نمیاریم، چون مردم از دعوا و اوقات تلخی و اینا خیلی خوششون نمیاد، فایده ای هم نداره. اما با خود مسئولین کشور بنده گاهی اوقات تلخی های زیادی داشتن. یکی از موارد زیاد اوقات تلخی همین بوده که چرا این اولویت ها رو رعایت نمی کنی؟ اولویت چیست؟ تو این بخش‌های مختلف، خب کشور بخش‌های اقتصادی داره، بخش‌های فرهنگی داره، بخش‌های گوناگون سیاسی، علمی، غیره، تو هر بخشی یک اولویتی وجود دارد، اون رو باید رعایت کرد، اون رو باید دنبال کرد، اون رو باید جلو انداخت. این آیونی که امروز نامزد انتخاباتن تصمیم میگیرن بین خودشون با خدای متعال عهد کنند که اگر از طرف مردم مقبول شدن و رأی آوردن، اولویت ها رو رعایت کنند. اونجایی که بیشتر نیاز به مراقبت دارد، اونجا رو بیشتر مورد توجه قرار بدن، برنامه ها رو اونجوری. این را هم همه بدانن، خود نامزدهای محترم هم بدانن که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسون. این همه بدون کمر بسته بودن مثل یک جهادگر در همه بخش ها، این لازمه. این اگر بود کار را می افتد، این اگر بود بنبست ها باز میشه، شکافته میشه. کار تراوان، پرحجم و با کیفیت
و مجاهدانه و انقلابی. انقلابی یعنی چه؟ بعضی خیال میکنن وقتی میگیم انقلابی یعنی بی نظم. نه خیر، اتفاقا یکی از خطوط اصلی انقلابیگری نظم است. منتها انقلابی یعنی این که خودمون رو سرگرم کارهای حاشیه‌ای و تشریفاتی و زرق و برقی و اینا نکنیم. انقلابی یعنی این. کار انقلابی یعنی برای یک مجوز، این آمدن عده از این کارآفرینان با اخلاص و متدین چندی پیش آمدن با ما ملاقات کردن، گفتن برای مجوز یک چیز کوچکی، حالا اسم آوردن بعد نمیخوام جزئیات رو بیان کنم، باید انسان از مثلا 20 جا 25 جا مجوز بگیره. اینا کار غیر انقلابی است. کار انقلابی یعنی بیان اون کسانی که ضوابط را تعیین میکنند راه ها رو کوتاه کنند، راه های میان برد جلو پای مردم بگذارن، جلو پای کارآفرین، جلو پای کسی که میخواد خدمت بکنه. کارهای لازم اینهاست. دامن همت به کمر بزنن و واقعا کار کنن. یک سفارش دیگر هم مربوط به مسئولان است. مسئولان دولتی که انتخابات رو بر عهده دارند، که چه در وزارت کشور، چه در شورای نگهبان، چه در تبلیغات که در صدا و سیماست و جاهای دیگر، چه در بخش‌های مختلفی که حالا انشاءالله در روز رأی‌گیری رأی خواهند گرفت، امانت مردم رو حفظ کنن. این آراء مردم، این حضور مردم، امانت مردم، این امانت را در نهایت احتیاط حفظ کنن و نگه دارن، مبادا خدای نکرده کسانی بتوانن به این امانت دست درازی کنن. قانون رو به طور دقیق رعایت کن. در قبال هیچ کس نسبت به قانون کوتاه رو در بایستی و این حرفا نداشته باش. قانون قانون است، برای همه است. هیچ استثنایی در مورد قانون وجود ندارد. قانون رو رعایت کن تا انشاءالله یک کار درست، صحیح و مطلوب و مرضی حق متعال انشاءالله انجام بگیرد. و مکرر من عرض کردم، بازم تکرار میکنم که رأی مردم حق الناس است. اگر کسی تعرض کند، تعرض به حق الناس کرده است که از عهده حق الناس برآمدن کار بسیار مشکلی است. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، ما را بر اون چه که میگوییم و میخواهیم توانا و قادر بفرما. روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهدا را از ما راضی کن. قلب مقدس ولی عصر ارواح نافده را از ما راضی و خوشنود کن. السلام علیکم و رحمت الله.